سلام، سلام بر حسین، سلام بر آقا ابوالفضل، سلام بر کربلای امام حسین. من مرتضی هستم از شمال ایران، از آمل. سال قبل همین روزا همین جا بودم، همین دهه محرم بود. کمردرد سختی داشتم پارسال، خیلی جاها دوا دکتر کرده بودم، دامغان رفته بودم، تهران رفته بودم، خیلی جاها دکتر رفته بودم، ولی این کمردرد من دوا نشده بود. با دو تا از داداشان و دوستان پارسال اومده بودیم کربلا. دکتری که رفته بودم، دکترها گفتن پیاده روی نباید بکنیم، چون آخرین مهره روی ستون فقرات، آخرین پایین ترین مهرت هست، نباید پیاده روی کنیم. کربلا هم که بدون ولا و پیاده روی نمیشه. اومده بودیم پیاده روی که نمیشه. یعنی چیزی که عیناً داداشم دوستان بودن، منو میذاشتن تو گاری، با گاری منو میبردن این سمت اون سمت. مقام امام جعفر صادق یا هر جایی که میخواستیم بریم منو با گاری میبردن. یه چند شب گذشت، عاشورا شد. شب قبل عاشورا یکی از دوستام گفتش که بریم شب آخره، بریم حرم و کلن همه مقام ها، همه حرمینو بریم قشنگ یه بار دیگه دور بزنیم، مرور کنیم. چون خونه‌ای که گرفته بودیم سمت خیمگاه بود، از خیمگاه شروع کردیم. اومدیم خیمگاه امام حسین، اومدیم حرم امام حسین، اومدیم بین الحرمین، حرم آقا ابوالفضل، دست چپ دست راست مقام امام زمان. اصلا متوجه نبودم که دارم پیاده راه میرم، بدون درد دارم راه میرم. من کمرم طی اون روزا با این شال محکم بسته بود که یه خورده تسکین دردم باشه. رفتیم و دور زدیم و شد اذان صبح. از غروب شده بود تا اذان صبح فردا. نماز صبح خوندیم و رفتیم خونه و روز عاشورا هم اومدیم دوباره حرم بودیم تا فرداش برگشتیم رفتیم به سمت ایران. طی این روزا اصلا متوجه نشدم که کی کمردرد من خوب شد، چجوری خوب شد، از چه ساعتی خوب شد. وقتی رفتیم به شهر خودمون، اولین نفری که دیدم مادرم بود. مادرم اومد منو بغل کرد، با هم روبوسی کرد، دستشو گذاشت رو کمرم، پسرم کمرت چطوره؟ تازه یه جرقه خورد رو من، تازه یادم اومد که این کمردرد کی خوب شد، این کمردرد خوب شد مگه؟ خیلی فکر کردم تا یادم اومد که این کمردرد اون شبی که من راه افتادم شب عاشورا خوب شده بود، من اومدم این همه راه رفتم. خیلی مدیونیم، خیلی، نه بابت این کمردرد، بابت نفس هایی که می کشیم، بابت قدم هایی که می زنیم. امیدوارم حداقل بتونم از گناهامون کم کنیم و یه جورایی جبران اعجازی که در حق ما کرده باشیم. توی گاری می رفتم، با گاری منو می بردن. توی کربلا چون ماشین اطراف حرم نمیاد و نمیره، گاری هستش، منو میذاشتن تو گاری، میبردن این سمت اون سمت. الحمدلله الان میبینین جلوتون واسدم، بعد دقیقاً 360 اندی روز اینجا واسدم، هیچ مشکلی هم الحمدلله ندارم. کارم هم سنگینه یک جورایی. طی این یک سال دیگه با کمردرد آشنا نشدم، دیگه نه سمت استراحت بودم، نه سمت قرص، نه سمت دارو، نه سمت دکتر. قربون کرامت آقای امام حسین برم، قربون کرامت آقا ابوالفضل برم. من با کمردردی که داشتم، چیزی که واقعیته، اصلا شفای کمردردم رو نخواستم، سلامتی خانوادم رو خواستم، سلامتی پدر و مادرم رو خواستم، سلامتی زن و بچه هام رو خواستم، سلامتی تمام زائرام رو خواستم. خیلی درد داشتم ولی به فکر خودم نبودم زیاد. قربون کرمشون برم، هرچی که نخواهیم میدن، چیزی که بخواهی که دیگه ردخور نداره. زیر بقعه امام حسین دعایی که به نفع باشه و مستجاب نشه نداریم. نفس کشیدنمون معجزه شده، وجود دوبارمون اینجا معجزه شده. اینکه بتونیم سالی یک بار حداقل محرم، اربعین، هر ایامی بلند شیم بیایم خدمتشون، کابوسشون، معجزه شونه. اینکه جرقه ای بندازم بتونیم حرکت کنیم، بطلبن بیاین سمتشون، همین معجزه شونه. همین که میتونیم بیایم تو سینه زناشون باشیم، تو تکیه، تو هیئت،
دعوت میکنم، بدون دعوت نمیشه جایی رفت، تا دعوت نکنن نمیشه جایی رفت. یک عمر مدیونشون بودیم. یا حسین، یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجه. یا رب العباس، به حق العباس، عشق صدر العباس، به ظهور الحجه. اللهم عجل ولیک الفرج.